ثبت نام ترم جدید کلاس‌های کارنامه خرد آغاز شد. دکتر سامان سلامیان هستم. من رو به تدریس مفهومی و ترسیمی ریاضیات میشناسن. روش حل مسئله به کمک حل مسئله. از رتبه های ممتاز کنکور سراسری بودم و از اونجایی که به درس خوندن و درس دادن خیلی علاقه‌مند هستم، تحصیلات خودم رو در کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی یا Educational Psychology ادامه دادم و بعد از اون دکترای روانشناسی گرفتم در حوزه پرورش استعدادهای درخشان، روانشناسی آموزش ریاضی، تدریس و آموزش تفکر نقادانه و خلاق به بچه‌ها. شاگردای من بعضی‌هاشون علاقه‌مند به تدریس شدن و الان از معلم‌های موفق کنکور هستن. خیلی از دبیرای کنکور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در درس ریاضی شاگرد من بودن و از محتواهایی که من آماده می‌کنم استفاده می‌کنن و این باعث خوشحالی من است. هر ساله تعداد زیادی از شاگردای من هم در رشته ریاضی و هم در رشته تجربی رشته‌های خیلی خوب دانشگاه‌های مطرح ایران قبول میشن و خیلی‌هاشون در خارج از ایران مدارج دکترا و پست دکترا گرفتن و مدارج علمی خیلی بالایی دارن. آرزو میکنم که شما هم با پیوستن به این باشگاه فارغ التحصیلان سامان سلامیان در سال‌های آینده باعث افتخار ایران و ایرانی‌ها باشید. خب بچه ها، درسی که میخوام بهتون بدم اینطوری هستش که شما باید یک دید کلی در مورد قسمت‌های مختلف ریاضی داشته باشید و تفکر ریاضی داشته باشید. تفکر ریاضی سبب میشه که شما هر مسئله‌ای که تو زندگیتون پیش میاد به کمک اون رشته‌های عصبی که در مغزتون تشکیل شده برای حل مسئله بتونید مسائل رو حل کنید. تدریس من به صورت مبحثیه. مثلا شما یه مبحثی تو ریاضی دارید به نام تابع که تو دهم، یازدهم، دوازدهم ادامه دار هست و قسمت‌های مختلفش رو می‌بینید. اما نکته اینجاست که سازمان سنجش وقتی می‌خواد سوال بپرسه، چون سازمان سنجش یه حلقه در واقع بین آموزش و پرورش و آموزش عالی و وزارت بهداشت دیگه، این میاد یه چیزایی رو می‌پرسه، سوالات بینشی که آیا شما چیزایی که خوندید رو می‌تونید به هم ربط بدید؟ چرا؟ چون میخواد متخصصانی رو انتخاب کنه که بتونن از اتفاقاتی که دور و برشون میفته اینا رو به هم ربط بدن و نتایج جدید بگیرن. خب ما میخوایم یه قسمتی رو درس بدیم به نام تابع. تابع از تبعه میاد، یعنی پیروی کردن، دنبال روی کردن. مثلا مامان بابای شما منتقل میشن یه شهری و تو هم وقتی سنت کمه 2-3 سالته به تبعیت از اینا در واقع تابع اینا میشی و میره اون شهر. ولی یه زمانی میشه که تو مثلا یه رشته خیلی تاپی مثلا در دانشگاه های تهران قبول میشی و پدر مادر تو بازنشست شدن و تو میای تهران و اونا این دفعه به تبعیت از تو پا میشن میان تهران و اینجا اونها تابع تو هستن. حالا تابعهای ما یه متغیری دارن، یه چیزی که واسه خودش تغییر میکنه و میجنبه، اسمشو میذاریم ایکس، بهش میگیم متغیر مستقل. به دنبال این بعضیا دنبال این میافتن و راه میافتن به نام ایگرگ یا متغیر وابسته. حالا ایکس ها از یک مجموعی انتخاب میشن که اسمش از دامنه یا دومین که تابع دست میکنه توی اونا و یه ایکسی رو برمیداره، یه عملیاتیه در واقع کاری روش انجام میده و یه خروجی به اسم ایگرگ میده بیرون. پیدا کردن دامنه تابعهای مختلف توی قسمت‌های مختلف ریاضی خیلی به درد من میخوره. برای همین امروز میخوام در مورد دامنه، ریشه، شکل تابع اینا یه صحبتی بکنم. یکی از اتفاقایی که باید برای شما بیفته اینه که بدونید اطلاعات جبری که شما رو کاغذ حساب کتاب میکنید چه تفسیر هندسی تو صفحه مختصر و اصلا یعنی چی؟ خب بچه ها، دامنه های تابه های معروف رو من اینجوری برای شما میگم. تابه کسری داریم، رادیکالی داریم، حالا فرجش میتونه زوج یا فرد باشه. تابه داریم که لوگاریتمی باشه و در شروع ما با اینا بازی رو شروع میکنیم. خب بریم پای تخته. بچه ها چند جمله ها مثل مثلا تابه، حتی تابه ثابت ایگرگ مساوی کا، این یه چند جمله جز خانواده چند جمله هاست. سهمی
که بعد تا میگم سهمی شکلش بیاد تو ذهنتون، تابع درجه سوم که بچه‌ها به اسم تابع لور میشناسنش، بعد دیگه اینا جزء چند جمله یان. اینا رو تو صفحه مختصات که میکشیم از منفی بینت تا مثبت بینت ایکساشون ادامه داره. پس دامنه اینها هست آر، آر مجموعه ریل نامبرز، مجموعه اعداد حقیقی. خب یعنی همه چی هر چی بدی میگیرن دیگه. تابه های کسری همونطور که از کلاس نهم یا حتی هفتم اینا میدونید، تابه های کسری همه چی میگیرن به جز ریشه مخرجشون، با همه چی دوست و رفیقن، فقط با ریشه مخرجشون قرارن. مثلا ایگرگ مساوی 1 روی ایکس، ایکس مساوی 0 رو نمیگیره. حالا جزئیاتشو بعداً دوباره براتون میگم. اگه چش شما به رادیکال فورج زوج افتاد، باید زیر رادیکال بزرگتر یا مساوی 0 باشه. زیر رادیکال بزرگتر یا مساوی 0 باشه یعنی چی؟ یعنی من نمیگم x مثبت باشه ها، من میگم که زیر، یعنی xی که من به این میدم، این یارو این u زیر اینو مثبت کنه. مثلا فرض کنید این زیر رادیکال باشه منهای x، پس تو باید xای منفی بدی که منفی تو منفی مثبت بشه، این رادیکال حالش بد نشه. رادیکال فورج فرد هیچ در واقع محدودیتی ایجاد نمی‌کنه، تو هر چی دوست داری میتونی زیر در واقع اینا بذاری هر عددی. و اما رادیکال فورج فرد در واقع میتونی اینو صرف نظر کنی، چون خودش در واقع محدودیتی ایجاد نمی‌کنه، باید دامنه ی زیرشو بگی. برای همین می‌بینی که من نوشتم دامنه تابع همون دامنه یو. تابعی لگاریتمی چی؟ لگ سه تا شرط داره، میگه آقا جلوم مثبت، زیرم مثبت، زیرم یک نشه. خب این سه تا رو بعد به دلش را بریم، مثل که مثلا حالا تابهای لگاریتمی جلوتر بهتون یاد میدیم. تابهای لگاریتمی مثل اینه که مامان شما میخواد از کانون بازنشستگان یه سری رو دعوت کنه خونتون، بعد اینا یکیشون کلسترول داره بعد غذای چرب نباشه، یکیشون دیابت داره بعد غذای شیرین نباشه، مثلا شیرین پلو آلبال پلو نباشه، غذای چرب نباشه، یه سریشون میگم چربی دارن، یه سریشون اوره دارن، غذای نباید شور باشه، خلاصه بعد آب معدنی به اینا بده دیگه. حالا میخوام بگم لگاریتم هم همینطوره. لگاریتم میگه باید جلو مثبت باشه، زیرم مثبت باشه، زیرم هم یک نباشه. این شرط ها رو باید در واقع رعایت کنیم و هر وقت تابه رو میبینیم تو ذهنمون بریم ببینیم که ورودی های این چی هست. خب بیام پای تخته من یه چیزی به شما نشون بدم. بچه یکی از تست های کنکور تجربی 1400 که میگفتن جز آزمون های سخت در واقع کنکور سراسری بوده، توی اینا یه تعدادی سوال بود که با همین دیده ریاضی بعضیاش خب خیلی کوتاه و مثلا زیر 5 ثانیه حل میشد و این وقت رو باید به سوالات پرمحاسبه میدادیم. خب ما حالا توی کلاسامون این سوالات پرمحاسبه رو حل میکنیم و یه کاری بهتون یاد میدم که این ویژه کلاس های منه، که با ترسیم تابه تو صفحه مختصات کلی از حلا رو شما انجام ندید. مثلا عصای موسی که میزد در چه میدونم رود نیل میشکافت و باز میشد و راه میرفت، این روش ترسیمی همونه که حالا تو کلاسام میبینید. بچه ها از ما پرسیده بوده که کنکور 1400 تجربی دامنه تابه با ضابطه این کدامه. من میخوام با همین یه دقیقه که برای شما صحبت کردم اینو حل کنیم. بچه ها دو تا از گزینه، یه روشی بهتون بگم، حذف حالات نامطلوب. حذف حالات نامطلوب یعنی که مثل که مثلا شما چه میدونم یه دخترخانه میره شال بخره، اون شال فروشه یه 1000 تا شال باز میکنه، اینم تو رو دروازی میخواد انتخاب کنه، سختشه. بعد بگه من که اصلا زرد نمیخوام، من که اصلا خردلی نمیخوام، من که فلان نمیخوام. بعد بیاد تو اون آخر سر بین اون چند تا گزینه که حالا اختلافای کمی دارن اونجا بشینه فکر کنه دیگه. ما هم همین کارو میکنیم. مثلا تو گزینه 2 4 که از یه عدد منفی تا یه عدد مثبته، عدد 0 وجود داره، 0 رو برمی‌دارم میذارم اینجا و میدونید که بازی از تابه تویی شروع میشه. اول بعد جلوی لگاریتم ببینیم داستان چیه. بچه من 0 بذارم هم زیر هم جلوی این لگاریتم منفی 2 میشه که جلوی لگ بعد مثبت میبود، همین که زیر رادیکال فورج زوج منفی میشه. بیایم پای این وال اینجا نگاه کنیم. بچه من الان این سواله رو اصلا خالم تو صفحه نمیذارم، ببین چه جوری حل میکنم. من میگم که این دوتا گزینه شامل صفرن، صفر رو برش میدارم اینجا یا اینجا میذارم. صفر اینجا رو منفی میکنه، هیچ مردود شد، زیر رادیکال فورج زوج نباید منفی بشه یا جلوی لگاریتم نباید منفی بشه. خب این دوتا مردود شدن. بچه ها فرق گزینه 3 با 1 چیه؟ گزینه 3 دور، گزینه 3 دور رو هم داره، شامل 2، ولی گزینه 1 دور رو نداره. 2 رو برش میداری تو تابع خودت میذاری، 2 تا 4 تا منای 2 2 تا منای 2 0
جلوی لوک نباید صفر باشه. خب این گزینه شامل دو هم مردوده. خیلی راحت یک میزنیم. ببین من تازه توضیح دادم. خب زیر 5 ثانیه این حل شد. یعنی با یه نگاه این دوتا که صفره اینجا رو منفی میکرد. اینجام که دوه برمیگشت جلوی اینو صفر میکرد. البته بچه ها طراح میتونه اذیتتون کنه ها. برگرده بگه مثلا حالا تو سوال مشابه این بگه که یه سوالی بده که با حذف حالات نامطلوب حل نشه. خب ولی اگر یه موردای اینجوری بود میتونید این کارو کنید. خب پس بعضی سوالا تو زمانهای اندک حل میشن ولی بعضی هاشون خب احتیاج به محاسبه دارن. خب بریم یه دونه سوال دیگه ببینیم. بچه اینجا نگاه کنیم. پس من اینو خالم تو صفحه نذاشتم ها. یعنی اصلا هیچی حل نکردم ها. یعنی اصلا میتونستم مثلا اگه دستای من قطع هم میبود این آستین کت هم اینجور تکون میخورد باز این سواله خیلی راحت حل میشد. یعنی اصلا فقط با چشم با یه نگاه حل میشد. این سوال نها کنید. بچه ها از این چیزایی میترسن. بعضی ها میگن ما ریاضیمون خوبه فقط وقتی سواله براکت و قدر و لگاریتم و اینا داره میترسیم. اتفاقا تو کلاسای من شما ترکیب اینا رو با هم میبینید. خب یعنی طراح کنکور متخصص قاطی پاتی کردن چیزاست. خیلی از بچه‌ها شما میگه آقا ما همیشه با هم قاطی پاتی می‌کنیم ولی اون میره موضوعات رو با هم در واقع میکس می‌کنه ببینه آیا شما میتونید اینا رو به هم ارتباط بدید. مثلا اینو نگاه کن. این تابع من گفته نمودار دو تا قدر مطلق براکت 3x منهای 1 به ازای x‌های بین منهای 1 دوم تا 1 دوم چه شکلیه. اینم از همون کنکور است که تقریبا 10 12 تا سوال از 30 تا سوالش سوالات در واقع زدنی بود و بعضیاش هم خیلی ساده. بیایم پای والین رو نگاه کنیم. ببین عزیزم ما به بچه‌ها یاد میدیم کتاب‌هایی که براکت دارن اگر عددی داخلشون رو عدد صحیح کرد مثل صفر که الان توی این بازه من هست توی اون رو هم چیکار میکنه؟ زد میکنه، توش زد کنه. باید ناپیوسته باشن. یعنی بچه‌ها وصل نباشن، یعنی باید قطع باشن. توی صفر باید ناپیوسته باشه. بچه هم گزینه 1 هم گزینه 4 توی صفر میبینی وصلن. اینم توی ایکس موسیقی صفر وصله. گزینه 3 هم وصله. تنها موردی که فصله جداست گزینه 2ه. خب اینم که یه چیز زدیم و نقطه هم رو کاغذ نذاشتیم. این سوالای این مدلی. البته بچه ها یه چیز بهتون بگم ما نمیخوایم شما رو فریب بدیم بگیم که آقا همه سوالا اینجوری حل میشه. نه من الان میخوام یه چیزی بگم که دهما یا اونایی که با ریاضی غر بودن الان آشتیشون بدیم. ببینیم بگیم برای شما هم یه چیزایی هست که بتونید در واقع ذوق تو دلتون بیفته و علاقه من بشید کار کنید تمرین کنید و بعد سوالات سنگین و چالشی و چند لایه رو حل کنید. بنابراین اینا سوالات برای وروده. مثلا این سوالی که ما حل کردیم باز جز سواله یه که زمانش رو میتونید بدید به سوال سختا. اما بریم پای تخته و یه ذره دقیق‌تر این داستانا رو با هم دنبال کنیم. یکی از چیزای دیگه که من میخوام به شما یاد بدم ریشه یا صفر معادل است. بچه ها شما باید بدونید که اگه شکلی که تو صفحه رسم میشه اولا مثلا بعضی از بچه‌ها میگن آقا این که ایگرگ بود معلممون یه روز نوش اف ایکس بعد ایگرگ همون اف ایکسه بعد مثلا اف ایکس چیه؟ اف ایکس یعنی اف دنبال روی ایکسه. یعنی ایکس هم باید بجنبه تا اف من همون ایگرگ بجنبه. این باید تکون بخوره که اون تکون بخوره. مثلا قیمت چه میدونم دونه مرغ زیاد میشه ایکس به تبعش قیمت خود مرغ زیاد میشه این ایگرگه. خب پس اگه من یه ایگرگ مساوی اف ایکسی به شما دادم این تو صفحه هم یه شکلی داره و خیلی از بچه ها میخوام آشتیشون بدم با اتفاقاتی که تو صفحه مختصات میفته و یا هر اتفاق جبری که میفته تو باید یه درک هندسی تو صفحه مختصات ازش داشته باشی. بچه ها از تابع همانی که هر چی میدیم همونو میده شروع میکنن. این ایگرگ مساوی ایکسه بهش میگن نیم ساز ناحیه اول و سوم. این به محور ایکس ها برخورد میکنه، تقاطع داره، قطع میکنه و محور ایکس ها رو ملاقات میکنه. بچه چرا معانی مختلفش رو میگم؟ چون طراحا با ادبیات سوال بازی میکنن و تو شنیدی که فهم و سوال نصف و جواب. یعنی باید صورت سوال رو بفهمی با ادبیاتت خوب باشه. اصلا ما یه قسمتی تو کلاس هامون داریم ترجمه یه صورت سوال. خب اصلا تو باید بفهمی یارو چی میگه دیگه. حالا اینجا اومده این خطه تلاقی پیدا کرده به من. تلاقی به من بگو ببینم سه حرف اصلیش چیه؟
بعضی میگن تلقه، به این تلقه غلط ها، لقیه یعنی ملاقات، از ملاقات میاد. مثلا میگن فلانی به لقاء الله پیوست، یعنی چی چی تموم کرد دیگه. خب الان این ایگر مساوی ایکس توی ایکس مساوی صفر خورده به محور ایسا، به اینجا میگن ریشه. مثل یک در واقع گیاهی که داره از زمین در میاد، اینجا میشه ریشه یا رستنگاه. مثل میگم مثلا فرض کن سیب زمینی که خودش تو زمین برگاش میاد بیرون و اینا، اینجا میشه ریشه. بعضی تابه ها مثل ایگرگ مثل ایکسه که شما اسمش رو لور میذارید، میان میشینن رو مبدأ مختصات، مثلا این نشسته رو مبدأ مختصات، پاشو انداخته پایین. نحوه برخوردش با محور طول ها اینجوریه. بچه من اگر اینو ایگرگش رو صفر کنم برای پیدا کردن ریشه، و ایگرگ رو صفر میکنیم، اینجا بهش گفتم ریشه ساده، ولی اینجا ایکس مساوی صفر میشه ایکس مساوی صفر. سه بار برای چون ریشه تکرار شد بهش میگم ریشه مکرر. بچه‌ها میگه آقا نفهمیدیم، مکرر از کرره یا کرره رو تکرار میاد دیگه. خب ریشه مکرر مرتبه فرد، یعنی ریشه که تکرار میشه فرد بار. مثلا اگه توان این پنجم بود، بچه باهوشا میدونن که شکلش همینه، ولی شاخه هاش به محور ایگرگ نزدیکتر میشه، ولی نحوه نشستن و با ملاقاتش با محور ایکس همینه که داری میبینی. دوباره میشینه پاشو میندازه توی آب، انگار یه نفر نشسته کنار آب پاشو انداخته این تو. پس ریشه مکرر مرتبه فرد که از این به صورت خلاصه بهش میگیم ریشه فرد یا مرتبه فرد، این مدلیه. بعضی موقع تابع وقتی داره میاد ملاقات میخواد بکنه محور ایکس رو، به محور ایکس اینجوری در واقع مماس میشه، میماله و میره بالا. یعنی جالبه این دوتا وقتی به محور ایکس خوردن، این از منفی ها پاشد اومد بالا، از منفی شد مثبت، اینم از منفی شد مثبت، تغییر علامت داد از تو منفی ها. بچه منفی بودن تابع یعنی وایش منفی باشد، زیر محور ایکس ها باشد. تابع مثبت است یعنی رفتیم بالا، پس تابع منفی است یعنی این، مثبت است یعنی این، تابع صفر است یعنی خورد به محور ایکس ها. این میاد به محور ایکس ها ملاقات، محور ایکس ها رو ملاقات میکنه، تابعی که شبیه سهمی هن. خب و محور ایکس ها رو رد نمیکنه، اصطلاحا تغییر علامت نمیدهد. اگر مثبت بوده بالا بوده بالا میمونه. اگه من ایکس دو رو مساوی صفر قرار بدم، یعنی ایکس مساوی صفر، اما دو بار تکرار شد، چند بار دو بار، ریشه که دو بار تکرار میشه بهش مضاعف هم میگن، ولی اگه چهار بار بود بهش میگیم ریشه مکرر مرتبه چهار، کرره. خب حالا بعضی موقع یه تابع مثل قدر مطلق ایکس، اینم علامتش عوض نمیشه، خورده به محور ایکس ها ولی ازش رد نشده، اگه بالا بوده بالا میمونه، اینم ریشه مثل ریشه مرتبه زوج، مکرر مرتبه زوج هم میمونه. پس بچه ها ریشه چی بود؟ جایی که تابع میخوره به محور ایکس ها، اگه بخوره ورد چه؟ ریشه ساده است مثل ایگرگ مثل ایکس و توان ایکس یکه. اگر مماس شه و رد شه مثل ایگرگ مثل ایکس، این ریشه فرده، نمیخواد مکرر مرتبه رم بگی، ریشه فرد. اگر که مماس شه و رد نشه، ریشه مکرر مرتبه زوجه. خب ریشه مکرر مرتبه زوج اگه همان دو بود مضاعفه. بچه ها همونطور که دارید میبینید، آناکن یه قسمتی ما داریم بچه، این چیزایی که میگم مثل بعضی از درساتون نیست بفرستید توی حافظتون، مموریتون، اینا رو باید بفرستید توی قسمتی که بعداً قسمت حل مسئله، در واقع شما قراره پرابلم سالور، مسئله حل کن بشید دیگه، شما باید اینا رو بتونید به هم ربط بدید. پس ریشه چیه؟ جایی که یه شکلی محور ایکس رو ملاقات میکنه. حالا جالبه در ریشه ساده و مکرر مرتبه فرد، تابع علامتش عوض میشه، از پایین میاد بالا، یا اگه بالا بود میره پایین. در ریشه مرتبه زوج علامتش عوض نمیشه، اگه بالا بوده بالا میمونه. پس توابع در ریشه های مکرر مرتبه فرد و ساده تغییر علامت بگو میدن، اما در ریشه های مضاعف یا مکرر مرتبه زوج یا ریشه های داخل قدر مطلق تغییر علامت نمیدن. خب حالا ما میخواییم بریم سراغ داستان بعدیمون. بیا پای تخته، اسم ریشه ها رو یاد گرفتیم. مثلا بچه ها، بچه ها برید تو ستینگ مختون اینو تنظیم کنید، تابه میخواید نگاه کنید، از چپ به راست نگاه میکنید، در جهت افزایش ایکس ها
یا تو فیزیک در جهت افزایش تایم زمان. قبوله؟ پس این تو مختون بمونه. من الان میخوام این تابه رو نگاه کنم. بچه‌ها نگاه کنین. وای مساویه با x منهای 2 در x منهای 3 به توان 2 x منهای 4 به توان 3. اول به من بگید که این تابه من درجه شنده. حالا ببین چون این فیلمو بچهای مختلفی نگاه میکنن دهم 11 12 من این چیزی میخوام بگم کلی باشه. درجه شنده سه نگی ها اگه بین این پرانتزا جمع بود درجه منظور از درجه یک چند جمله ای بزرگترین درجه شه. خب اینجا هم سه نیست. چرا؟ چون درجه قوی ها تو هم ضرب میشن. بچه این x2 این هم x3 میشه x5 تو x ضرب میشه میشه x6. این یک تابع درجه 6. خب حالا اونایی که 11 هم 12 هم خب بعدا اینا رو البته بهتون یاد میدم. مثلا اگر x رو یه عدد خیلی منفی بدیم خب منفی اینو میکنه چی؟ منفی مثلا فرض منفی 10 بدیم اینو میکنه منفی 12 اینا میشه منفی یه چیزی به توان 2 پس زوج میشه چیزی که به توان 2 میرسن مثبت میشن. بعد عدد منفی این به توان 3 دوباره میشه یه چیز منفی به توان 3 میشه منفی ایاد بشه اینم منفی بود منفی تو منفی میشه مثبت اینم که مثبت شد پس توی ایکسی مثل منهای 10 یا حالا بچه حرفه یا منفی ببینن تابع ارزشش مثبت بالای محور ایکس هست. از اینجا را میفته بچه ریشه ها هم نگاه کنیم مرتب کردم ها. الان یه تقریبا میخوام رسم توابع با درجه بالاترم بهتون بگم. آقا اینا که اصلا تو کتاب نبود. ببین برای همینه که نتیجه کنکور با نتیجه آزمون مدرسه فرق میکنه دیگه. اونا یه چیزایی رو میخوان دیدی که مثلا تو این شبکه های اجتماعی و اینا هستش دیگه اینستاگرام و اینا مثلا میگن چیزی که معلم درس میده یا تو کتاب 2-4 تا بعد مثلا تو امتحان یه وحشتناک انقدی میاد همینه شما این چیزا رو باید در واقع بکنید گله هم با هم به این نتایج برسید ناکن تابع من اینا رو به ترتیب میکنم از چپ به راست را میافتم که ارزشش هم مثبت بود بالا بود اومد محور ایکس رو ملاقات کرد دو رو چرا زدم به محور رد کردم چون توانش یکه چون ریشه ساده است باهوشا میفهمن در ریشه ساده باید تغییر علامت میداد اگه بالا بود میرفت پایین خب به دلش راه رفتیم بچه ریشه x مساوی 3 ریشهش توان زوج داره در ریشه های مکرر مرتبه زوج تابع تغییر علامت نمیده اگه پایینه پایین میمونه مماس میشه به محور x ولی از اون رد نمیشه بعد میام x منهای 4 به توان 3 چون توان 3 داره علامتش عوض میشه چرا؟ چون توابع در ریشه های مکرر مرتبه فرد علامتشون عوض میشد پس از پایین میاد بالا و نحوه برخورد و ملاقات با محور ایکس ها اینجوریه که انگار یارو نشسته پاشو انداخته تو آب اینجوری نشسته یه نشیمنگاه داره بعد چهار هم شما هر عددی بدی پنج و شیش و ده بیست اینا بدی پرانتز مثبت 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 پس ارزش تابع مثبت و بالاست تعیین علامت در کلاس دهم برای این یاد میگیریم که یه شبهی از تابع بیاد تو ذهنمون که تابع کجاها بالای محور ایکسه کجاها زیر محور ایکسه و کجاها بچه ها محور ایکس رو ملاقات میکنه یعنی در ریشه ها پس حواست به این داستان باشه پس بچه ها ریشه جایی شد که تابع محور ایکس رو ملاقات میکنه اگه خورد و رد شد ریشه ساده است اگر مماس شد و رد شد ریشه مرتبه فرده اگه مماس شد و رد نشد ریشه مرتبه زوجه قبوله؟ خب بیاید یه چیزی نگاه کنیم من اگه خواستم اینا تعیین علامت کنم میخوام یک روش سریع بهتون یاد بدم حالا برمیگردیم اونم یاد بینیم بیاید پای این برد بزرگ تعیین علامت سریع میگم ریشه یا ریشه های عبارت را در صورت وجود یافته و آنها را به ترتیب نزولی به سعودی تو جدول چپ به راست مرتب میکنیم و نامشو که ساده است یا مرتبه زوجه یا مرتبه فرد رو سرشون می نویسیم بعد میریم توی اولین خانه سمت راست زیر مثبت بی‌نهایت یه عددی بزرگتر از بزرگترین ریشه انتخاب می کنیم بعد علامتش می زاریم تو ایگرگ علامت ایگرگ رو در میاریم بعد می آیم تو ریشه های ساده اگه بود علامت رو عوض می کنیم تو ریشه مرتبه فرد علامت رو عوض می کنیم اما در ریشه های زوج یا مکرر مرتبه زوج یا مضاعف یا ریشه های داخل قدر مطلق علامت عوض نمی شود حالا ممکنه بعضی از شما مثلا شنیده باشید علامت های یه در میونه که خب نیست چون در ریشه های مضاعف
علامت عوض نمیشه. خب بچه اینی هم که براتون بولد کردم حواستون جمع باشه. این اون جمله ایه که بچه من یه سری میکرو نسخه دارم، یعنی نسخه های کوچولو دارم که این نسخه کوچولوها رو بعد تو مختون بسپارید موقع حل مسئله اینا رو بگید. بعضی از بچه ها صدای من تو گوششون میمونه و یه چیز مهم، اینا رو باید به یه شاگرد خیالی درس بدید. اشکالی هم نداره اگه بگم مثلا فلانی دیوونه شده. نه، دیوونه نشدی. اگر بتونی چیزایی که یاد گرفتی به زبون بیاری، این از کسایی که فقط یاد گرفتن بالاتره و این بهتر. پس میری معلم بازی میکنی، یه تخته میذاری، یه چک نویس میذاری، شاگرد خیالی تو میشونی و به عروسکات و این شاگرد خیالیات درس میدی. خب بچه‌ها، من حالا میخوام با این چیزایی که گفتم برگردم عقب و اینو تعیین علامت کنم. فرض کنید ببین، تعیین علامت کنم یعنی میخوام چی بفهمم که این شکل این تو صفحه مختصات کجا بالاست، کجا پایین است و کجا خورده به محور ایکس. بالاست یعنی بالای کی؟ بالای محور ایکس هاست. پایین است یعنی پایین کی است؟ پایین محور ایکس هاست. خب بچه ها، قرار شد که شما یه جدول بکشید. این تعیین علامت بهش میگن تعیین علامت سریع. اگه یادتون باشه شما کلاس دهم که بودید هر کدوم از این پرانتزا رو تو یه خط تعیین علامت میکردید، میشد سه خط. یه خط هم این علامت ها رو ستونی تو هم ضرب میکردید، میشد چهار خط. یه چیزی کت و کلفت گنده میشد و هیچی دیگه، اذیت میشدید. برای اینکه شاگرد من اذیت نشه بهش میگم که ریشه ها رو در بیار. بچه تابم و مساوی صفر میذارم، ضرب سه چی صفره، پس پرانتز اول صفر ایکس میشه دو، پرانتز بعدی میشه سه، پرانتز بعدی میشه چار. اما نام ریشه چون توان تو یکه، تو ساده ای، تو توان این ایکس منهای سه دوه، پس تو ریشه مکرر مرتبه زوجی. و چون توان ایکس منهای چار سه هست، سه بار تکرار شده، ریشه مکرر مرتبه فرده. پس من اینجا دو رو میذارم، سه رو میذارم، چار رو میذارم و اینجا دامنه تابع مثبت میند، یعنی تابع من از منفی میند تا مثبت میند رفته. بچه ها توی دو تابع من صفر میشه، توی سه هم صفر میشه، توی چار هم صفر میشه، اما صفر داریم تا صفر. چه صفری؟ این صفر چار ریشه مکرر مرتبه فرد، سه ریشه مکرر مرتبه زوج و دو هم ریشه ساده است. بچه یه عدد بعد چار نیت کنی، پنج. پنج رو برش میداری توی تابت میذاری، پنج منهای دو سه مثبت، پنج منهای سه دو مثبت، توان دو هم داره. پنج منهای توان دو داره یعنی دیگه قطعا مثبته. اصلا بچه حرفه یا توان زوجا رو در نظر نمیگیرن، میگن این نخودی تعیین علامته، این که مثبت هست. خب پنج منهای چار یک به توان سه مثبته، پس تابع من مثلا اینجا نقطه کمک پنج دادم میشه مثبت. قرارمون یادت نره چی بود؟ توابع، این همون میکرو نسخه یه که تو مخت سیو کردی یا توابع در ریشه های مکرر مرتبه فرد تغییر علامت میدهند. منفی در ریشه مکرر مرتبه زوج تغییر علامت چی نمیدن؟ همون منفی. و در ریشه ساده تغییر میدن مثبت. و جالب اینجاست که کارهایی که من و تو الان انجام دادیم به وضوح روی شکلم معلومه. و البته بچه ما شکل رو بعد از تعیین این جدوله و مثلا تو سالهای بالاتر، سال 12 و آخرهای کنکور، تو کاربرد مشتق مثلا باز تعیین علامت لازم داریم و اینا، بعد از اون جدول ها اینو میکشیم. و جالبه که نگاه کنی وقتی تابع اینجا مثبت بالا صفر شد پایین است، صفر شد تقریبا نداره، دوباره پایین است، اومد بالا. تابع من معلوم شد که در چه بازه‌هایی مثلا بالای محور ایکس است. حالا یه سوال به من جواب بده ببینم، به من بگو که این تابعی که الان صحبتش هست در چه بازه‌هایی زیر محور ایکس هاست. بیا پای تخته، این تابه در چه بازه‌هایی زیر محور ایکس هاست؟ بچه ها کجا زیر ایکس هاست؟ از دو تا لب سه، چون توی سه روی ایکس هاست، از لب سه تا لب چار اینجا زیر ایکس هاست. کجا بالا ایکس هاست؟ اینجا.
قبوله؟ این داستان به این صورت انجام شد. پس من فهمیدم که تابه کجا بالایی ساز، کجا زیریک ساز و نحوه برخورد یا ملاقاتش با محور طولا چگونه است. تا الان چی یاد گرفتی؟ ریشه رو یاد گرفتی، جایی که تابه میخوره به ایک ساز. انواع ریشه رو یاد گرفتی، تعین علامت سریع یاد گرفتی، شبهی از تابه میاد تو ذهنه و ذهن شما امروز دو قسمت میشه. من نصفش کردم، اتفاقات جبری و حوادث هندسی. یعنی کارهایی که ما میکنیم چه معنی تو صفحه مختصات داره و اینا که ریاضیشون خوبه تو مخشون این نقشه ها رو میکشن، این نمودارها رو میکشن. دقت کن، دزدها هم قبل از دزدیشون نقشه میکشن، لزوما رو کاغذ نه تو ذهنشون. شاگرد ریاضی هم باید به این توانایی برسه. میرم برای قسمت بعدی. بچه بیاد پای تخته. پای تخته تعیین علامت سری به دوستان یاد دادم. یه دونه تمرین، بیاییم پای این وال، عبارت روبرو را تعیین علامت کرده و مشخص کنید در همسایگی ریشه های صورت مخرج به کدام شکله. آقا ما نمیفهمیم همسایگی چیه. آقا همسایه چطور نمیفهمیم؟ وقتی جیغ میزنی بابات میگه که صدا تا هفت خون اونورتر، هفت خون اونورتر میره، این ورتر اونورتر، اینا همسایه های شما دیگه. همسایه این دور و بر، چپ و راست. خب میگه که اینو تعیین علامت کنید، مربوط به کلاس دهم. حالا با چیزایی که از من یاد گرفتید به من بگید چگونه محور x ها را در این عدد ها قطع میکنه. خب با هم یه نگاه بندازیم. بچه ها ایگرگ من یه x دو به علاوه یک، x منهای دو، x منهای پنج، x منهای شش، توانه چهار، سه، اون پایینه هم x منهای هفت، توانه سه. بچه ها ریشه یا ریشه های صورت و مخرج را میابیم و نام آنها را مینویسیم. بچه ها یه ضرب جدول رو بکشم. ببینید میرم از چپ به راست ریشه ها رو در میارم. بچه ها اینو اگه بخوایم با سواد کلاس دهم تعیین علامت کنیم، یک، دو، سه، چهار، پنج تا سطح داره، یه دونه علامت رو ضرب کنیم، 6 تا مصیبتیه. خب باز همونجا باهوشا مثلا این اولی رو اصلا تو ردیفای جدولشون نمیذارن. چرا؟ بیا پایین والی سینما کن، x دو به علاوه یک یک چیز مثبته، چون توان دو مثبتن با یک تازه مثبت دارم است. ضمن این بابا اصلا ریشه نمیده، چون اگه اینو بری مساوی صفر بذاری x2 میشه منفی 1، x2 یه چیز توان دو همواره مثبت، هرگز مساوی منفی 1 نمیشد، یا عددی وجود ندارد که به توان دو منفی 1 بشود. پس این اصلا ریشه نداره. بیا اینجا از منفی بینهایت تا مثبت بینهایت و حواست هست تابع من در هفت تعریف نمیشود و روزگارش سیاه میشود. توابع کسری در ریشه مخرج تعریف نمیشن، با ریشه مخرج چیان؟ قهرن. حالا این بابا پرانتزه که ریشه نداشت. اگه تابع و مساوی صفر بذارم x مساوی دو یه ریشه شه، چون توان پرانتزیه که ساده است. x منهای پنج یه ریشه شه، چون توان این چاره ریشه زوجه. و x منهای شیش توان سه، توان سه فرده، فرده. بچه تابع در ریشه های صورتش صفر میشه، ریشه میده، با محور ایکس ها ملاقات میکنه، میخوره به ایکس ها، ساده است. حالا قرارمون چی بود؟ یه عدد بعد از هفت نیت کنید، تازه هفتم ریشه مکرر مرتبه هفته، یه عدد بعد هفت بگو مثل هشت. اوکی بچه پرانتز اول مثبت، هشت منهای دو مثبت، هشت منهای پنج مثبت، به تمام چهارم مثبت، باز 8 منهای 6 مثبت، 8 منهای 7 مثبت، کلن مثبت، اینجا مثبت. عبارت های جبری در ریشه های مرتبه فرد تغییر علامت بگو میدن، تو ریشه فرد علامت میدن، تو ریشه زوج علامت نمیدن، تو ریشه ساده علامت میدن. قبوله؟ حالا بیا پایوال حستو به من بگو. بچه در بازه دو تا شیش به جز پنج تابه کجای محور ایکس هاست؟ بالاست. چرا گفتم به جز پنج؟ چون توی پنج روی ایکس هاست. بچه
قبل هفت زیر ایساس، بعد هفت بالا ایساس. پس رفتار این تابه چجوریه؟ از چپ به راست که میگم اول زیر ایکس ها بوده، بعد اومده بالا، توی پنج صفر شده، دوباره اومده بالا، بعد رفته پایین، سپس اومده بالا. یک شبهی، یه چیز همچین محو مبهمی از شکل تابه تو ذهن تو نقش بست. یکی از هنرهایی که تو باید داشته باشی اینه که مثلا از این اپلیکیشن های رسم منحنی رو گوشی های هوشمندتون، تبلتتون نصب کنید. مثلا دسموس، نمیدونم، مثلا چیزایی که گراف رسم میکنه، خب، و شما با اینا تابه بازی کنید. هی هر از گاهی هی تو این شبکه‌های اجتماعی میرید میچرخید، هر از گاهی یه ضابطه بکشید ببینید که با تغییرات اندک در ضابطه تابه چقدر شکل اینا ممکنه کلا عوض شه. و این تجربه شما رو زیاد تابه بازی کنید. به این کار بخوایم اس بذاریم میگیم چی؟ میگیم فانکشنولوژی، تابه شناسی. حالا بچه‌ها بیایم اینجا یه دونه چی بکشیم؟ یه دونه محور ایکس ها بکشیم. خب بچه توی هفت تابه من تعریف نمیشه، اینا رو بعداً بهتون یاد میدم. به این نقطه چینه میگن مجانب قائم، یعنی در راستای قائم تابه اینه جنب این، کنار این، پهلوی این، پیش این. خب بچه از چپ به راست نگاه کنیم. قرار شد توی دو تابه پایین باشه، سپس بالا بره. تو پنج تابه بالا میمونه. آقای سلامیان چرا اینجا زدیدش به محور ایکسا؟ چون ریشه ساده بود. چرا اینجا مماس کردید تو پنج؟ چون زوج بود. تو شیش تابه بالاست میشینه پاشو میندازه تو آب، ریشه مرتبه فرده. حالا بچه این مال سالای بالاتر ها، این الان ده همه ازا نگیرن چی شد. در کنار هفت، در جنب هفت، اینجا خیلی میره پایین، اینجا میپره میره بالا. اینو تو دوازدهم حد بینت بهتون یاد میدم. این وسط هم احتمالاً اینجوریه. این یه شبهی از تابه است، یه چیزیه، ولی همسایگی ریشا، یعنی در کنار ریشا من برای شما کشم چجوری. پس بچه به شما دید میده. یکی از چیزایی که رو مخ خود من بود موقعی که درس میخوندم اینا رو میخونیم که چی؟ که بفهمیم کجا بالاست کجا پایین است. پایین کیه؟ محور ایکس ها، محور طول ها. خب بچه ها ما توی بخشی از درسای ریاضیمون هدفمون اینه که چیکار کنیم؟ اینجا نگاه کن، هدفمون اینه که شکل اون ضابط هندسی، شکل اون چیزی که به من دادن رو بکشیم و با این شکلش رفتار اینو بفهمیم که حالا اینا دیگه به چه دردی میخوره رو الان وقتش نیست، ولی حالا اومدید در واقع با هم بیشتر بودیم، بهتون میگم که اینا بعدن تو رشته های فنی مهندسی، تو رشته حد پزشکی، طب، ارتباط بین مثلا طب و مهندسی، اینا چه به دردی میخورن و کجا کاربرد دارن. الان حالا وقتش نیست. پس بچه ها ما اگه بفهمیم که چه اتفاقی افتاد تو صفحه، اصلا میفهمیم تعیین علامت چی هست، به درد چی میخوره، چه مشکل ما رو حل میکنه و این داستانا. بیاییم پای تخته و اینجا رو نگاه کنیم. بچه ها یکی از چیزایی که شما باید بشناسید، خب، معرفی سه جمله، یک، دو، سه، درجه دومه. سه جمله ای درجه دوم که اسم اینو بچه ها بلدن از دهم، اسمش از سهمی. بچه ها تو ریاضیات همین دنیا، تو ریاضیات دبیرستانی بچه ها باید این سهمی و پارابولا و شکلش و دهانش که به بالا و که به پایین و این داستانا رو بشناسن و ازش هم توی کنکور سراسری سوال میاد و سوال مفهومی هم میدن. خب ما اولش به خودمون بگیم که اینا چی هستن، به چه دردی میخورن. بچه آ و ب و س هر کدوم یک شغلی دارن، یک وظیفه‌ای دارن. همونطور که احتمالاً خیلیاتون میدونید بچه شغل آ چیه؟ آ دهانه سهمی رو تنگ و گشاد میکنه. مثلا بچه من اگر ایگرگ مساوی ایکس دو داشته باشم، این ایگرگ مساوی با ایکس دو باشه که بچه آش یکه، ایگرگ مساوی با دو تا ایکس دو دهانش بسته تره و ایگرگ مساوی با یک دوم ایکس دو دهانش بازتره. هرچه آ بیشتر دهانه سهمی بسته تر و هرچه آ کمتر دهانه بازتر.
اگر آ بره بشه یه دهم یه دهم یه هزارم صفر، اگه صفر بشه سهمی من به خط به ایکس به علاوه سه تبدیل میشه، و اگر آ منفی باشه گودی یا تقعر سهمی میره رو به پایین. و مثلا آ بشه منهای ایکس دو اینجوریه، منهای صد ایکس دو اینجوریه، منهای هزار ایکس دو اینجوریه. اگر تو یکی از این برنامه های رسم منحنی شما یه ایکس دو بدید، ضریب ایکس دو رو هی کم و کم و کمتر کنید، یعنی دهنه باز شد و هرچه این آه به سمت صفر رفت دهنه بازتر میشه، آ که صفر شد میشه خط، و اگر آ منفی شد به سمت پایین خم میشه. پس این میزان چی؟ این خم بودن سهمی رو مشخص میکنه. و بچه ها میدونن اگه آ مثبت باشه دهانه سهمی به بالاست تا به میخنده، و اگر منفی باشه دهانه به پایینه و تا به میجریه. قبوله؟ این شد شغل آ. و اما شغل ب. من میگم که ب شغلش چیه؟ پس بچه ها شغل آ شد باز و بسته کردن دهانه سهمی. پس شغل این شد باز و بسته کردن دهانه سهمی، مثبت باشه دهانه به بالاست، آ مثبت دهانه به بالا، گودی به بالا، خب تابه میخنده، آ منفی دهانه به پایین تابه میگریه. هرچه عدد آ، حالا قدر مطلق میذارم یعنی علامتشو فعلا بی خیال شو، بدون علامت نگاش کن، هرچه این بیشتر دهانه بسته تر. بچه پد تو سهمی ها هر که آیش بیش دهانه اش تنگ تر. قبوله؟ میریم سراغ ب. ب شغلش چیه؟ بچه ب، شما رأس سهمی رو تو کلاس دهم میخونید ایکس اندیس اس میشه منای ب رو دو آ. بچه آ که خب یه عدد بود، ب به کمک آ این رأس سهمی، دماغه سهمی، نوک سهمی رو چپ و راست میبره. خب بچه مثلا فرض کنید من دو تا سهمی برای شما میکشم، یکیش هست این سمت چپیه مشکی ایکس دو و ایکس و یک، طول رأسش رو با این پیدا کنی منفی یه دوم، اما اگه بری این قرمزه رو بکشی این هست ایگرگ مساویه با ایکس دو منهای ایکس به علاوه یک، این میشه مثبت یه دوم. بچه ها پس ب سهمی را در صفحه به چپ و راست میبره، شغلش چپ و راست بردن سهمی، البته به کمک آ. میام چیکار میکنم؟ شغل سه. سه شغلش چیه؟ سهمی را بالا و پایین میبرد، این میشه بالا و پایین بردن سهمی، یا عرض از مبدا. مثلا نکنید بچه ها، یه چیز مهم بگم، سهمی ها حتما و قطعا و همیشه یه شاخهشون محور وای ها میگیره، حتی اگه ادامه ندید تو یکشو ادامه بدی میخوره محور ایگرگا. سهمی نداریم به محور وای ها نخوره، اما ممکنه به محور ایکس ها نخوره و ریشه نده. پس همه سهمی ها محور وای ها را قطع میکنن. خب در چه نقطه ای؟ وقتی که تو رو محور وای ها بچه ایکس صفره، ایکس رو صفر بدی میشه نقطه صفر و سی. خب صفر و سی اینجوریه که اگه سی مثبت باشه تابع شاخش، تابع سهمی شاخش محور وایا رو توی وایای مثبت قطع میکنه، اگه سی صفر باشه سهمی از مبدا عبور میکنه، سهمی از مبدا عبور میکنه، و اگه سی منفی باشه میاد زیر محور ایکس ها. مثلا این دوتا سهمی که براتون کشیدم اگه ایکس هاشو صفر بدید وایش یکه، پس هر دو محور وای ها رو در یک خط میکنن. پس یه بار با هم کنترل کنیم توی آی ایکس و به علاوه ایکس به علاوه سه. بچه میبینید دارم هندسی و مفهومی و نموداری درس میدم، میبینید دارم یه کاری میکنم که تو رابطه جبرش رو میبینی شکلش بیاد تو ذهنت، اینجوری ریاضیت خوب میشه، بازی اینجوری درست میشه. بچه ها نکنیم، آ هرچه بیشتر بود دهانه بسته تر بود، آ هرچه کم شود دهانه باز و باز و بازتر می شود، زمانی که آ صفر می شود ما به خط تبدیل می شویم به ایکس علاوه سه، و اگر آ منفی شود گودی و تقعر منحنی به پایین می رود، و هرچه قدر آ یعنی بدون علامت نگاش کنی آ بیشتر باشه دهانه بسته تر. اگر تو این نرم افزارا یا
به قول معروف اپلیکیشن رسم منحنی، شما مثلا آیه یه سهمی رو بدید 1000 میلیون هیچی نکشید، باید دستتون رو بذارید روی صفحه تبلتتون یا گوشیتون اینجوری بازش کنید، اینقدر دهن بسته بوده چسبیده به محور وای ها، محور وای ها شاید ضخیم تر شده باشه. خب بچه شغل بی چی بود؟ آهان اینم بهتون گفتم، اگه آ مثبت باشه سهمی دهانه به بالا مینیمم دار، اگه دهانه رو به پایین باشه ماکسیمم دار. بچه به این مینیمم و ماکسیمم یه لغت یاد بگیرید، مال سالای بالاتر میتونید باش پوز بدید، بهش میگن اکستریموم. اکستریموم. خب پس اگه این ویدیو رو دیدی بعد بهت گفتن داری چی چی نگاه میکنی، چی چی یاد گرفتی، بگو اکستریموم نگاه میکنم. ببین اکستریموم یعنی مینیمم یا ماکسیموم. به شغلش چیه؟ رأس سهمی را، دماغه را، چپ و راست میبرد به کمک آ. سی کارش چیه؟ بالا و پایین میبرد. بچه جالبه که من تو کلاسام بچهای خب مدرسه‌های خیلی خوب و بچهای سمپاد و اینا شرکت میکنن، بعد گاهی میپرسم که بچه شغل آبا و سه چیه، میگن آبا یعنی چی؟ چی؟ وقتی یه چیزی رو به یه زبون دیگه میپرسم اصلا متوجه نمیشن. شما زمانی ریاضیات میگیرید که وقتی من یه چیزی رو به یه زبون دیگه پرسیدم من بتونید بفهمید، اگه نه در واقع یادگیریتون عمیق نشده، خب اون رشته های عصبی تو مغزتون تشکیل نشده بتونه ربط بده، همینجوری باید نگاه کنی. خب ببین بهشون میگم شغل آب و سه چیه، بچه اینا شکل رو در صفحه تغییر میدن دیگه، چه تغییری هر کدوم وظیفش و شغلش چه تغییری، همینه که دیدی. خب میام چیکار میکنم؟ میام صفحه بعد. صفحه بعد اوضاع نسبی. بچه نکنی آقا نمیفهمیم چی میگید. ببین آقا نمیفهمیم چی میگید، طراح هم به همین زبون حرف میزنه، شما این کلا زبان اومدی دیگه، باید یاد بگیری. اوضاع جمع وضعه، یعنی وضعیت چجوریه. نسبی یعنی نسبت. اوضاع نسبی تو و خواهر کوچیکت، هیچی همش تو سر کله هم میزنید و دعوا و مصیبت. خب اوضاع نسبی تابع درجه دوم و محور ایکس ها. بچه ها تابع درجه دوم گفتم یا دهانه، دهانه به بالا، دهانه به پایین. حالا ممکنه به گفتم تابع درجه دوم به محور وای ها میخورن ها، حتما و حداقل در یک نقطه به مختصات آ، به مختصات صفر و سی محور وای ها را ملاقات میکنن، اما ممکنه محور ایکس ها نخورن. بچه ها اینجا آ مثبت، اون سه تا آ منفی. اینجا بی ریشه چون نخورده محور ایکس، یه ریشه دو ریشه، بی ریشه یه ریشه دو ریشه. پس اوضاع نسبی تابع درجه دوم محور ایکس ها یعنی آیا تابع من، آیا تابع من محور ایکس ها را قطع می کند، ملاقات می کند، مماس می شود یا نه. پیدا کردن این توسط یه چیزیه. یکی اومده بود آقا این مثلثه رو باید حفظ باشیم. آره قربونت دارم، این مثلثه اسمش هست B2-4AC، بهش میگن دلتا. تو حروف یونانی این دیه مثل کار دیه بزرگو میکنه. دلتا اسمش هست مبین. بچه میگن آقا چی؟ مبین از بیان یا بیان و بیان میاد، یعنی بیانگر. بیانگر اینه که آیا تابع من محور ایسا را قطع میکند. خب مثل اینا که میپرسن بچه ها الان اینا را ناکن یه دور بنویسم. این ستا، این ستا حسن چی؟ این ستا دهانه به بالا، این ستا دهانه به پایین. آ مثبت، آ منفی. اینجا چی شد؟ اینجا، اینجا دلتا منفی و صفر و مثبت. اینجا چی؟ دلتا منفی و صفر و مثبت. یعنی چی؟ یعنی بی ریشه یه ریشه دو ریشه. اگر دلتا اینو تو معادله درجه دومه AX2 به علاوه BX به علاوه 3 حساب کردی، دلتا منفی شد محور ایکس ها رو قطع نمی کنه، صفر شد یه جا قطع می کنه، مثبت شد دو جا. تو X1 و X2 میگی معادله دو ریشه دارد. اینجا بچه ها دو ریشه مساوی یا ریشه مضاعف X1 مساوی X2 مساوی منفی B به روی دعا دارد. قطعا همه تون دیگه میدونید دیگه که ریشه های معادله درجه دو هست منهای به علاوه یا منهای را دلتا بنشیند به روی دعا. اگه دلتا منفی باشه زیر رادیکال منفی باشه
میگیم تابع بند ریشه حقیقی نداره، به محور ایکسا برخورد نمیکنه، دلتا صفر بشه منای ب روی دو تا آ. خب و بچه ها ب دو منای چار آ سه خیلی چیز مهمیه و درجه دو نقش مهمی رو تو خیلی از تستای کنکور بازی میکنه. پس چی شد بچه ها؟ اگه تابع درجه دوم خواستی ببینیم محور ایکس رو ملاقات میکنی یا نه، باید بری سراغ بیانگر. بیانگر بیان کن ببینم تابع من به محور ایکس میخوره یا نمیخوره. اینو کی میگه؟ دلتا. تابع درجه دو اینو میگه. خب بیاد با هم یه چیز دیگه نگاه کنیم. چیز بعدی اینه، علامت آ و ب و س و دلتا. بچه ها شما وقتی که یه تابع درجه دوم روی محور تو صفحه مختصات ببینید، باید بتونید بگیدین آش مثبت آش منفی چجوریه این داستان. بچه تو آ و س ب از بقیه چالش برانگیزتره. ب رو بخوایم بگیم باید مثلا اینجا رأس رو نگاه کنیم، طول رأس ایکس رأس بگیم تو مثبت هاست، پس منهای ب روی دو آ مثبته، چون آ مثبت دو آ مثبت مخرج مثبته، پس منهای ب مثبت ب باید منفی باشه. طول میکشه. یه روش حرفه‌ای بهتون بدم. بچه اول تو همه اینا علامت دلتا رو بگیم. دلتا این به من بگو، تو بگو. محور ایکس رو قطع نمی‌کنه، لذا دلتا منفی بی ریشه است. دو جا قطع می‌کنه، دلتا مثبت دو ریشه است. دلتا منفی بی ریشه است. دلتا منفی بریشه است. دلتا منفی بریشه است. خب آ دهان به بالا، دهان به پایین، دهان به بالا، دهان به بالا، دهان به پایین. گفتم اونایی که تابع من میخنده لبخند میزنه آ مثبتن، اونایی که غمگین لبش اینجوری شده آ منفیه. سی رم بگم بعد برم سراغ بی. سی جایی که میخوره به این ورکسا یه خال میذاری میبینی وایش مثبته، پس سیش مثبته. اونجا که شاخش گرفته به وای ها تو منفی هاست، سی منفیه. شاخش تو مثبت ها گرفته به وای ها، سی مثبته. شاخش تو مثبت ها گرفته به وای ها، سی مثبته. شاخش تو منفی ها گرفته به وای ها، سی منفیه. و اما بی، بی یه قصه قشنگ و سری داره. جایی که تابع خورد به محور وای یه خط بکشید که به این مماس بشه، فقط اونو یه لحظه تاچ کنه یا ماچ کنه. بچه ها اینجا یه مماس بکشید. چی بکش؟ مماس بکش. چی بکش؟ مماس بکش. چی بکش؟ مماس بکش. بچه ها شما از کلاس های پایین تر بلدید خطایی که اینجوری هستن شیبشون صفره، خطایی که جلو میریم بالا میرن شیبشون مثبته، خطایی که جلو میریم پایین میرن شیبشون منفیه. بچه ها علامت این شیبه ب رو میگه. شیب منفی، ب منفی. شیب مثبت، ب مثبت. شیب مثبت، ب مثبت. باز شیب منفی، ب منفی. شیب هم صفر، ب هم صفر. بچه ها اگر بخوایم از روش مثلا ایکس اس که هست منهای ب تقسیم بر دعا استفاده کنیم، تو تک تک اینا ببینیم اسش تو مثبت هاست یا تو منفی ها، بعد بگیم آش مثبته یا منفی، علامت ب رو بگیریم، ب رو بگیم، یه چند ثانیه اضافه تر طول میکشه، یعنی من مواظب اون ثانیه ها هم هستم. خب بچه این میشه تعیین علامت آ و س. الان تقریبا شما به شناخت خوبی در مورد سهمی رسیدید، فهمیدید چه شکلیه، آ و س شغلشون چیه، بیانگر دلتا کارش چیه، آ و س مثبت منفیش رو تعیین کنید و از این داستانا. اینا رو خوب یاد بگیرید به درد درس فیزیکتونم میخوره. خب بیایم اینجا و بیایم یه دونه تمرین نگاه کنیم. بچه ها بعضی موقع از من و تو میخوان که یه سهمی رو با داشتن یک نقطه و یک رأسش بنویسیم. بچه ها دستورش رو براتون نوشتم، حالا چرا اینجوری میشنم حالا تو کلاس ها بعدم واسه تون میگم. مثلا به من میگن یه سهمی بنویسید که رأسش باشه نقطه یک و دو، خب و از نقطه آ به مختصات مثلا چی صفر و پنج هم بگذارد. میگم ایگرگ منهای ایگرگ رأس که دوه، آ دهانه رو تنگ و گشاد میکنه، نمیدونم چقدر
x منهای x s که یکه به توان دو. بچه گفته آب مختصات 0.5 متعلق به اینه، یعنی رو این زندگی میکنه. یعنی من اگر ایکسم رو 0 بگذارم، خب بچه ها ایگرگ من 5 میشود. 5 منهای 2 3، تو هم یکی، آ میشه 3. پس بچه از این دوتا نتیجه میشه که ایگرگ من میشه 3 تا ایکس منهای 1 مربع به علاوه 2. این همان سهمیه ایکس دو است که یک واحد به راست رفته، خب به خاطر سه دهانش ذره تنگ میشه و دو واحد هم میره بالا. جالبه بچه ها، صفرم بهش بدم، صفر بدم میشه 5. این شد سهمیه من. پس من تونستم سهمی بکشم. اینجا نگاه کنید، ایگرگ اس و ایکس اس رو به من میدن، با یه جاگذاری سهمی تو صفحه رسم میشه. حالا با این میتونیم مسئله حل کنیم، یا مثلا یه خاصیت هایی در مورد سهمی هست که به کمک این بعدن به دست میاریم، یعنی تو تستا بعدن میبینید. ما حالا امروز نیتمون بیشتر درس دادنه. خب گاهی سهمی رو میخواییم با دو ریشه و یک نقطه. بچه ها یه دونه سهمی برای من میکشن، میگن سهمی من محور طولها را در دو نقطه به طولهای منهای 2 و 3 قطع کرده. اگر از نقطه آب مختصات منهای 5 و 8 بگذرد، معادله سهمی کدام است؟ پس میشه چی؟ ایگرگ مساویه با بچه این دهانه سهمی رو تنگ و گشاد میکنه، ایکس منهای ریشه اول ایکس منهای منهای 2 در ایکس منهای 3. قراره اگه ایکسامو منهای 5 میدم منفی در منفی به علاوه 2، ایکسامو منهای 5 میدم منهای 3، ایگرگ من 8 بشه. بچه ها این میشه منهای 3، اینم میشه منهای 8. منهای 3 منهای 8 میشه 8 24 تا. بچه ها آه من میشه 8 24. ساده کن، 8 24 تا دیگه، این میشه 1/3. پس بچه ها معادله سهمی من میشه چی؟ 1/3 ایکس منهای ریشه اول ایکس منهای ریشه دوم. این شد سهمی من. بعضی موقع مثلا تو گزینه ها اینو اینجوری میده، 1/3 ایکس دو، اینو میگه باید ضرب کنیم، اتحاد جمله مشترک بلدی دیگه، ضرب میکنیم. بچه جمع ریشه ها میشه 1 منهای ایکس منهای 6. این میشه سهمی من. پس بچه ها همونطور که شما تو کلاس های پایین تر خط بلد بودید بکشید، الان هم قادر شدید سهمی بکشید و با این طرح های خوشتوی سوال های قشنگ قشنگ میدن. بیایم صفحه بعد. دبیران برند ایران در مدرسه کنکور کارنامه خرد.